آقا این استوپر موتور چی هست؟ وظیفه این چیه توی موتور ماشینمون؟ علامت‌های خرابی استوپر موتور چیا هستن؟ اگر خراب بشه چه اتفاقی توی ماشین ما میفته؟ رفقا توی این ویدیو می‌خوایم نکات مهمی که باید در مورد استوپر بدونید رو خدمتتون عرض کنیم. پس افتخار بده در ادامه با ما همراه باش. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت رفقای گل گلاب خودمون در تعمیرگاه برق خودروهاجیان. تمام هدف ما توی این کانال اینه که با بالا بردن دانش فنی یا دانش خودرویی دوستانمون باعث بشیم که هزینه های تعمیر نگهداری ماشینشون پایین بیاد. اگر خدایی نکرده ایرادی توی موتور ماشینشون و توی کار کرده ماشینشون بروز کرد، خودشون بتونن تشخیص بدن که ایراد مربوط به چه قطعی هست و اجازه ندن بقیه براشون هزینه تراشی کنن و چند تا قطعه عوض کنن تا به قطعه معیوب برسن. پس اگر تا اینجا هنوز کانال ما رو ساب نکردی و همراه ما نیستی، اون دکمه سابسکرایب رو بزن و اگر ویدیوهامون براتون مفیده لطفاً با لایک کردن به ما دلگرمی بدید و نشون بدید که به دردتون خورده. ماشین شما یا دریچه گاز برقی داره یا دریچه گاز مکانیکی. در مورد دریچه گازهای برقی قبلا خدمتون موارد مهمی رو عرض کردیم، در آینده هم ویدیوهای مفیدی رو خدمتون پست میکنیم، ولی امروز میخواییم در مورد دریچه گازهای مکانیکی و یک قطعه خیلی مهم که روی این دریچه گازها وجود داره و معمولا هزینه تراشی میکنه به نام استوپر صحبت کنیم. روی دریچه گاز مکانیکی موتور ماشین شما یک قطعه وجود داره به نام موتور پله‌ای یا استوپر. دوستان استوپر در اصل یک قطعه الکترومکانیکی هست. توسط جریان برقی که از ECU براش ارسال میشه میاد این پلانجر رو عقب و جلو میبره و حجم هوای ورودی به منیفول موتور ماشینتون رو تنظیم میکنه. این قطعه میگن پلانجر استوپر. این پلانجر در یک سیکل حرکتی 8 میلیمتری حرکت میکنه. این سیکل 8 میلیمتری تقسیم شده به 400 پله یا مرحله. به این خاطر بهش میگن موتور پله‌ای، چون که ECU میاد بنا به شرایط کاری موتور ماشین هر بار این پلانجر رو توی یکی از این مرحله ها یا پله ها قرار میده. پس وظیفه استوپر چیه؟ وظیفه اصلی استوپر تنظیم دور آرام موتور ماشین شماست. دور آرام به چی میگن؟ به این میگن وقتی راننده یا شما پدال گاز رو فشار میدید، در اصل این پولکی رو باز میکنید و حجم هوای بیشتری رو وارد دریچه گاز و در نتیجه وارد موتور ماشینتون میکنید و باعث میشید ماشینتون گاز بخوره یا دور موتور بالا بره. حالا وقتی شما پاتون رو از روی پدال گاز ور میدارید، پولکی بسته میشه و اون جریان هوای ورودی به موتور ماشینتون قطع میشه، در نتیجه موتور ماشینتون خاموش میشه. ECU برای اینکه بیاد از خاموش شدن موتور ماشینتون جلوگیری کنه به کمک یک قطعه نیاز داره به نام استوپر. ECU میاد اینجا با ارسال سیگنال روی استوپر پلانجر رو به عقب میکشه و اجازه میده هوای بیشتری وارد موتور ماشینتون بشه، در نتیجه موتور ماشینتون خاموش نمیشه. دریچه گاز موتور ماشین شما یک کانال داره که بهش میگن کانال استوپر. این کانال کانال استوپره که از این روزنه شروع میشه، میاد تا زیر پلانجر استوپر و اینور میاد تا روی این شیاری که میاد توی منیفول موتور ماشینتون. وقتی شما پاتونو از روی پدال گاز برداشتید، این موقعیت پولکی دریچه گاز توسط یک پتانسیومتر یا یک سنسور دریچه گاز به ECU گزارش داده میشه و ECU متوجه میشه شما پاتو از روی پدال گاز برداشتی، در نتیجه میاد پالس یا سیگنال به روی استوپر ارسال میکنه و این گام به عقب کشیده میشه. هوای ورودی که از اینجا اومده از طریق این روزنه اومده اینجا تا پشت استوپر، اینجا استندبای وایساده. وقتی ECU میاد پلانجر استوپر رو کمی به عقب میکشه، هوا میاد از دور این پلانجر عبور میکنه، میاد وارد این روزنه میشه و از طریق کانال استوپر میاد از این شیار و وارد منیفول موتور ماشینتون میشه. عمل کرده استوپر به همین راحتی بود که خدمتون عرض کردم. در صورت خراب شدن این استوپر چه اتفاقایی تو موتور ماشینمون میفته؟
علائم خرابی استوپر چی هستن؟ اولین علامت خرابی استوپر نوسان دور موتور ماشینتون یا گاز خوردن موتور ماشینتون زمانهایی است که پاتون رو از روی پدال گاز ورداشتید و میخواید کلاج بگیرید و دنده عوض کنید. گاز خوردن ماشین بین تعویض دنده ها به خاطر ایراد استوپر ماشینتونه. دومین ایرادی که مربوط به استوپر موتور ماشینتون میشه افتادن دور موتور ماشین زمانی است که شما کلاج میگیرید. اگر موقع کلاج گرفتن دور موتور ماشینتون میفته یک دفعه و ماشینتون میره که خاموش بشه، احتمالاً یا استپرتون خرابه یا این کانال استوپر کثیفه. ببینید، اینو ببینید، این کانال استپر نباید به این صورت باشه. قبل از اینکه استوپر هم اقدام به تعویض استوپر کنی، خودت اینو میتونی باز کنی، این کانال استوپر رو نگاه کنید ببینید تمیزه یا نه. سومین ایرادی که به خاطر خرابی این استپر توی موتور ماشینتون به وجود میاد، بد روشنی موتور ماشینه. اگر صبح باید 3-4 بار استارت بزنید، ممکنه ایراد از این باشه. ولی نکتهش کجاست؟ اگر استارت زدی دیدی ماشینت با استارت اول روشن نشد، پدال گازو کمی فشار بده و استارت بزن. اگر الان با استارت زدن و نگه داشتن پدال گاز موتور ماشینت بی درد سر روشن میشه، احتمالاً یا این استوپر خرابه یا این کانال استوپرت کثیفه. علامت بعدی وجود ایراد توی استوپر افتادن دور موتور ماشین موقع کولر گرفتنه. اگر موقع کولر گرفتن دور موتور ماشینتون میفته و ماشینتون میره که خاموش بشه، یک علامت ممکنه ایراد توی عمل کرده استوپر ماشینتون باشه. علامت بعدی خراب شدن استوپر زمانهایی هست که شما بار میگیرید از موتور ماشینتون. بار گرفتن یعنی چه؟ یعنی پروژکتورها رو روشن کنید، چراغا رو روشن کنید. اگر این مواقع دور موتور ماشینتون پایین میاد، این دو تا علت داره: یا اتصالات منفی و مثبت موتور ماشینتون خرابه که قبلا در موردش صحبت کردیم، آخر این ویدیو لینکشو میذارم میتونید ببینید، یا اینکه این موتور پله‌ای ایراد به هم زده و مشکل داره و گام رو عقب نمیبره. به این خاطر بارها خدمتون عرض کردیم که استوپر موتور ماشینتو باز میکنی اینو نچرخون، چون وقتی اینو میچرخونی گام استوپر به هم میریزه و دیگه اون 400 مرحله و 400 پله عمل کرده درست و مناسب و دقیقی به شما نخواهد داد. خب ممکنه شما عزیزان بپرسید چه مارکای استوپری ما پیشنهاد میکنیم؟ دوستان، مارک ایران کاربرات مارک خوبیه، مارک کروز مارک خوبیه، مارک اچ‌آی‌سی هم که اینجا میذارم عکسشو مارک خوبیه. از اینکه با ما بودید خیلی ممنون. ببخشید من یه خوردم سرما خوردم، صدام اذیتتون کرد. خیلی متشکرم که ویدیوی ما رو لایک میکنید. بازم عرض میکنم اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، دکمه ساب رو بزن، همراه ما باش. هدف و سعی ما اینه که اینترنت شما رو هدر ندیم و براتون مفید باشیم. ان شاءالله توی راه نمونید هر جا هستید. دمتون گرم.